این بازار کنن که از بازارهای مهم مشهد بوده و عنوان سرشوری هم که براش گذاشتن چند چینزه، ولی مشهورترینش این بوده که زمان میامدن عزادار امام حسین میکردن و قمه میزدن اینا، بعد تو بازار سرشور میامدن سراشون میشستن، معروف شده به یک عنوانی که مشهورتره سرشوره. و این محله هم در واقع به بازار بزرگ بازار فرشوش اون طرف وصل بوده و به قول معروف راهگذر حرم معمولا این مسیر بوده که از همین مسیر میرفتن حرم. بعد که البته در چندین سال باب الجواد باز شد مسیر عوض شد. این بازار فرشورشا از قدیم بوده، وصل بوده از همینجا به حرم، یعنی سن جمهوری آزادی از همینجا فرش قائمی فرشورشا که بودن بوده تا سر سراهی بازار. از سر سراهی بازار باز مرفته اون بازار قبلی. بازار قبلی هم تلافروشا بودن و هم کفاشا. باز می رفتیم بازار بعدی دور فلکه حضرت، بعد از فلکه حضرت به اوبر باز به حساب دهقان پارچه فروش بود، یک عده زیادی زعفرون فروش های اسکویان بودن. قدیمی ترین کاسبای مشهد هم سرمایه دار بودن و هم قدیم بودن و هم مورد اعتماد مردم بودن. تو همین راسته بازار خیلی هاشان بودن، مثلا سرای بلور، تو کل سرای بلور همه بلور فروشا بودن. باز سرای محمدیه بود، سرای محمدیه همه برنج فروشا بودن، برنج فروشای قدیمی مشهد. باز پشت او یک سرای دیگه بود که انبار اونا بود. بعد به مرور زمان خلاصه اینا همه خراب شد دیگه، همین تیکه از بازار ما کلن مونده. این بازار ما هم که مونده سقف شیروانی بود، شیروانی بود. و بعد از به حساب خرابی چیز آتش سوزی پلاسکوی تهران، نامه نوشتم به شهرداری، نامه نوشتم به آتش نشانی بروبر، بابا این سقف آجوریه، چوبیه، خطرناکه، بیان یک کاری بکن. شهرداری سامن آقایونی که بودن تصمیم بری گرفتن که این سقف بره، بیانو عوض کنن. بعد همین الانه که نگاه میکنه سقف آمدن آجوریش کردن دیگه. بازار فرش یک سابقه بسیار بسیار تاریخی دارد، شاید به تعبیری تاریخی ترین معبر شهر مشهد. ما بر اساس سنداج ها و کاوش های باستانشناسی که در یکی دو سال اخیر در محل بازار انجام دادیم، تقریبا به کف زمان تیموری رسیدیم، یعنی در سنداج هایی که انجام شده هلوش 90 سانت پایین تر در واقع کف زمان قاجاره، کف بازار در زمان قاجاره هلوش 3.90 متر هم پایین تر در واقع کف زمان تیموریست. شهرداری بر اساس در واقع بر اساس وظیفه‌ای که در قبال ایمنسازی در واقع بازارها و معابر داشت ورود کرد. از اونجایی که خب بازار ثبت میراث فرهنگی هم بود، ما برای ایمنسازی اونجا بر اساس طرح مورد تایید و مصوب سازمان میراث فرهنگی شروع کردیم به مرمت بازار در سال 99. اونچه که امروز داریم انجام میدیم از ابتدای بازار فرش در واقع از ابتدای اندرزوی 11 تا آبنبار حوضه 40 پایه است، یعنی تا اولین معبری که در درون معبر فرعی که در درون بازار وجود داره هلوش 21 دهانه است که طبق طرح میراث به شکل و شمایل زمان قاجارش در واقع مرمت خواهد شد.